همایش آثار و میراث رمز تمدن و عنوان هویت است در شهر مقدس کربلا برگزار شد. به همت آستانهای مقدس علوی و حسینی، همایش آثار و میراث رمز تمدن و عنوان هویت است با موضوع تخریب آثار محو تمدن امتها، با حضور نماینده سازمان ملل متحد، نمایندگان ادیان مختلف عراق و تعدادی از شخصیت‌های دینی و دانشگاهی در شهر مقدس کربلا برگزار شد. طلال الکمالی، رئیس کمیته برگزاری این کنفرانس، در این باره گفت این کنفرانس مقدمه‌ای برای برگزاری یک کنفرانس ملی در خصوص افشای دست‌هایی است که خواهان محو آثار هستند. وی با بیان اینکه تخریب آثار باستانی با هدف محو واقعیت‌های تاریخی انجام می‌شود و باید از تاریخ بشریت مراقبت شود، گفت اسلام نه تنها هیچ مخالفتی با بقای آثار باستانی و نمادهای ملت‌های گذشته ندارد، بلکه در بسیاری از موارد قرآن کریم درباره این آثار سخن گفته است. وی افزود آستان مقدس حسینی به مراقبت از آثار و مقدسات ملت‌ها در عراق از جمله حسینی‌ها و کلیساها اهتمام دارد. الکمالی ادامه داد این کنفرانس یک اقدام مهم برای حفاظت از مقدسات عراق است و ما شاهد تخریب بسیاری از اماکن تاریخی، مساجد و حتی حرم امامین عسکریین علیه السلام بوده ایم و لازم است جلوی تکرار این اتفاقات گرفته شود. وی در همین راستا از کشورهایی که آثار باستانی عراق در آنها وجود دارد خواست در بازگرداندن این آثار به این کشور و پیگرد شبکه‌های بین المللی و مافیایی که این آثار را به سرقت برده اند از طریق پلیس اینترپل تلاش کنند. این کنفرانس بخش‌های مختلفی داشت که میتوان به سخنرانی رسمی شخصیت‌های شرکت کننده و نمایش فیلم‌های مستند با موضوع تخریب آثار تاریخی و اماکن مقدس عراق اشاره کرد.